سلام بچه ها، ظهرتون بخیر باشه. امیدوارم خوب باشین، سر حال باشین، سلامت باشین. من مائد فهیمی هستم، معلم ریاضی سوم. قرار هستش که امسال لکن هم با هم دیگه ریاضی سوم بخونیم و یاد بگیریم. خب بچه ها، ما با هم دیگه امروز میخوایم کتاب ریاضیمون رو شروع بکنیم. و قبل از اینکه بچه ها شروع بکنیم، ما در کلاس دوم، سوم، چهارم، اولی موضوع که بچه ها ما در ابتدای هر کتابمون، قبل از اینکه اصلا بخوایم پایه هامون رو شروع بکنیم، اولی موضوعی که بچه ها در هر کلاس بهش اشاره شده، اولین فصلمون موضوع الگوهاست. بچه ها قبل از اینکه ما اصلا بخوایم بریم صفحه بعدی رو شروع بکنیم، یه نگاه بچه ها به این تصویر اول کتابمون داشته باشیم. بچه ها یه نگاه به این کتاب داشته باشیم. اصلا الگو یعنی چی بچه ها؟ الگو یعنی چی؟ بچه ها تا حالا به جدولای کنار خیابون دقت کردین که رنگاش یه الگو داره؟ مثلا مثل اول اومده مشکی شده، بعد سفید شده. یا بچه ها حتی ممکنه که ما چیدمان مثلا لیوانهای خونمون یا قاشق چنگالای خونمون یه الگو داشته باشه. یا حتی بچه ها جاهایی که مثلا کاغذ دیواری میکنن یا سرامیک میکنن، ممکنه که یه الگویی داشته باشه. یا بچه ها مثل ساختمان ها، بناهای دیدنی، زیارتی، تاریخی، ممکنه که یه الگو داشته باشن. بچه ها وقتی شما نگاه میکنین الان به این شکل، ما میگیم که انگار یه نظم و ترتیبی داره شکلمون. دقیقا بچه ها ما تو ساختمون ها، تو بناها داریم از الگویابی استفاده میکنیم. بچه ها اصلا الگو یعنی چی؟ اینقدر که حالا ما داریم میگیم الگو الگو، از کلاس اول شما ها باشان شده، این اصلا یعنی چی؟ بچه ها الگوها یعنی به ما کمک میکنه که ما شکلها، عددها با یک نظم و ترتیب در یک ردیف قرار بگیره. حالا به طور مثال توی این بنای تاریخی و مذهبی که ما داریم و داره به ما یک گلدسته ها رو نشون میده، بچه ها میبینیم با یک ترتیبه. الان اینجا شکل، حتی شکلش هم بچه ها بر اساس یک الگوه. یا بچه ها خود کتاب اومده بچه ها به نحوه کامل شدن ماه در شبها به ما گفته، که گفته که بعد حتی کامل شدن ماه هم در شبها بر اساس، در این یک ماهی که ما داریم، بر اساس یک الگوه. پس بچه ها الگوها میشه قرار گرفتن شکلها و عددها با یک نظم و ترتیب. کلاس اول دبستان بچه ها شما اومدین، خب شما اومدی، این خب معبود میشه بچه ها به کلاس دوم شما. اما قبلش بچه ها در کلاس اول ما اومدیم یه سری گفتیم بچه ها الگوهای شکلی. اما بچه ها دیگه شما الان کلاس سوم، ما دیگه میگیم الگوهای هندسی. یاد گرفتیم بچه ها وقتی میگیم هندسی یعنی معبود منظورمون شکل هاست، که این شکل ها میتونه دایره باشه، مربع باشه، نمیدونم مستطیل باشه، مثلث باشه. پس وقتی داریم از شکل ها استفاده میکنیم بهش میگیم الگوهای هندسی. بچه ها تو الگوهای کلاس اول شما یا الگوهای شکلی سر و کار داشتین و کار کردین، یا با الگوهایی که رنگ داشتن. مثلا بچه ها چه مدلی بودن؟ مثلا می اومدیم می گفتیم که مثلا خب می گفتیم خب می گفتیم مثلا دایره، مربع، مثلث. خب می گفتیم یه الگوه. الگو بعدیمون دوباره چی میشد؟ میشد دایره، مربع، مثلث. ما میتونستیم یه الگو بسازیم، یعنی همه این سه تا شکل هندسی ما بر اساس یک نظم و ترتیبی کنار همدیگه قرار گرفتن. حالا بچه ها مثلا به شما چی میگفت؟ میگفت اینو بیاین بچه ها مثلا اینو آبی کن، اینو قرمز کن، اینم نارنجی کن. خب یعنی الگو یعنی الان دایره اون باید آبی باشه، مربع اون باید قرمز باشه، مثلث اون باید نارنجی باشه. پس این تا کلاس اول.
اما کلاس دوم بچه‌ها شما یاد گرفتیم با الگوها بیاین شکل‌های شماره بعدی ها رو کامل کنیم. اومدیم با الگوهای عددی آشنا شدیم بچه‌ها. اما قبل از اینکه شما فقط بخواید الگوهای عددی رو در کلاس دوم باش آشنا بشین، وقتی اومدیم با چوب خط بچه‌ها 5 تا 5 تا درست کردیم، بعد اومدیم دسته‌های 10 تا 10 تا درست کردیم، یاد گرفتیم که بچه‌ها ما میتونیم شمارش 5 تا 5 تا یا 10 تا 10 تا داشته باشیم. که بچه‌ها یادتون میاد تو کلاس دوم گفتیم که وقتی میگیم الگوی 5 تا 5 تا اولین چیزی که به ذهنمون میاد چیه بچه‌ها؟ عقربه‌های ساعت، دقیقه‌های ساعت. بچه‌ها 5 تا 5 تا شماره گذاری شده. بریم بچه‌ها پس با هم دیگه الان یه مروری از کلاس اول و دوم داشتیم. صفحه ابتداییتون هم الگویابی یک مروری که در کلاس دوم و بعد بچه‌ها اولین موضوعی که میخواد در کلاس سوم راجع بهش صحبت کنه اینه که بتونیم بچه‌ها ما به کمک الگویابی مسئله هامون رو حل کنیم. همونطور که بچه‌ها از بقیه موضوعاتی که ما در ریاضی یاد گرفتیم، مثل عملیات جمع، مثل عملیات تفریق، مثل جمع و تفریق کردن ها، مثل پول بتونیم، مثل اندازه گیری بتونیم بیایم مسئله های روزمرمون رو حلش کنیم. ما دقیقا هم میخواییم بچه ها توی صفحه اول کتاب ریاضی سوم بیایم بگیم که حالا که ما قرار الگویابی رو یاد بگیریم چجوری با الگویابی بتونیم مسئله هامون رو حلش کنیم. بریم بچه ها، آماده این؟ خب اولین سوال گفته بچه ها الگوهای زیر را ادامه دهید، توضیح دهید که چه رابطه بین آنها وجود داره. بچه به شماره شکل ها هم دقت کنی، به تعداد دقت کنی. ما میگیم اول یه دونه، بعد شده 1 2 3، بعد شده 6، بعد شده 4. بچه ها این الگویابی رو شما تو کلاس دوم داشتین، پس یک مروری از کلاس دومه. میگم خب من یه دونه هی داره بهش اینجا دو تا اضافه شده، بعد 3 تا. بچه ها هر یه مرحله که داره میریم جلو داره یه دونه به خود رابطه الگومون داره اضافه میشه. یعنی میگیم اول 2 تا، بعد 3 تا، بعد 4 تا، بعد 5 تا، یکی 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 داره به الگوهای ما زیاد میشه. الان ما 4 تا داریم، درسته؟ 4 تا اضافه شده میشه 10 تا. حالا بچه ها اینجا ما باید چند تا اضافه کنیم؟ 5 تا. 10 تا دارم، 5 تا بشه اضافه شد. بچه ها چند تا دارم؟ 15 تا. بچه ها چیزی که تو الگوها مهمه، من الان شکلامو کامل کنم و بعد بیام پیش شما، من 15 تا من دقیقه اینجا یه دونه. خب من 15 تا مربع کشیدم. بچه ها موضوعی که خیلی مهمه و فراموش نشه اینه که بچه ها وقتی ما میگیم الگو یعنی چیدمانش. اگه اینجا ما پله‌ای داریم مربع، زمانی که شما دارین شکل میکشین باید پله‌ای باشه. الگو بچه ها یعنی گفتیم همون نظم و ترتیبه، همین قرار گرفتن با یک نظمی کنار هم دیگه. یوها نمیتونیم یه 15 تا مربعتون رو بچه ها اینطوری مثلا هم مدلی که بخوایم بکشیم، حتما بر اساس الگویی که داده. بچه ها شماره بعدی میگه اول 0، بعد 1، بعد 5. بچه ها کلاس دوم شما راجب عددهایی که زوج هستن و عددهایی که فرد هستن یه یاداوری شده بچه ها، یک مروری براتون شده. ما گفتیم بچه ها عدد هامون به دو دسته، عدد زوج و فرد تقسیم میشن. عدد زوج یعنی چی؟ یعنی این که بچه ها وقتی میان یه تعداد عدد دارین یعنی بتونید دوتا دوتا با هم دسته بندی کنی. یعنی اگه من میگم بچه ها به من بگین عدد 3 عدد زوج و فرده، من میام 3 تا دایره میکشم، میگم بیا دوتا دوتا دسته بندی کن. من میگم خب این اولی با این دوم میشه توی دسته، اما این یه دونه تکی موند. پس زمانی که بچه ها ما میایم عددهامون، تعدادهای شکلامونو دوتا دوتا دسته بندی میکنیم، اگر یه عدد تنها بمونه داخل دسته بندی قرار نگیره، نتیجه میگیریم که عددمون فرده. اما حالا شما فرض کنیم بچه ها عددمون 4 بود، خب بازم میتونیم ما دوتا
دسته بسازیم، میتونیم دوتا دوتا دسته بندی کنیم. پس بچه اینجا دیگه دایره تنها نمون، همه دایره ها داخل دسته بندی قرار گرفتن. پس نتیجه میگیریم که عدد 4 یک عدد زوجه. یه بار دیگه بچه ها من این موضوع رو میگم، میگم با عدد هامون عددها رو میتونیم به دو دسته تقسیم بندی کنیم، عدد زوج و عدد فرد. بچه ها برای که ما متوجه بشیم عددمون زوجه یا فرده، میتونیم بیاییم عددهامون رو دوتا دوتا دسته بندی کنیم. زوج بچه ها یعنی دو نفر، دوتا عدد، دوتا شکل، دوتا وسیله کنار همدیگه قرار گرفتن، یعنی کسی تک و تنهایی نباشه، یعنی شکلی تنها نباشه. وقتی بچه ها ما عددهایی که داریم، تعدادهایی که داریم، میایم دوتا دوتا دسته بندی کنیم، اگه همه عددهامون داخل دسته باشن میشه عدد ما زوجه. اما اگر ما بتونیم دسته های دوتایی بسازیم و یه دایره یا یه عدد بیرون از دسته بندیمون باشه، اون عدد ما یک عدد فرده. الان بچه ها من میگم یه عدد فردای ما چه عددهایی بودن؟ بچه ها میتونی یه گوشه کتابتون یادداشت کنی عددهای زوج چه عددهایی بودن؟ 2, 4, 6, 8. عدد فرد ما چه عددی بودن؟ 1, 3, 5, 7, 9. این عددها عددهایی هستن که اگه بخوایم دوتا دوتا دسته بندیشون کنیم یه دونه تنها میمونه، پس عدد فردیه. خب بچه ها من اینجا نگاه میکنم، اول الگومون گفته یه دونه، بعد سه تا، بعد پنج تا. بچه ها منو یاد عددهای فرد میندازه، منو یاد عددهای فرد میندازه. میگیم اه چه جالب، داره از عددهای فردمون تو الگو استفاده میکنه، ایرادی نداره. مهم اینه که بچه ها یک نظم داره، یک ترتیب داره. ترتیب اون چیه؟ که هر مرحله ما داریم عددهای فرد اضافه میکنیم. اول 5 بوده، بعد میشه به علاوه 7. 9 و 7 بچه ها میشه چند؟ میشه 16. پس بچه ها ما تو این سال یاد گرفتیم با استفاده از الگوهای، با استفاده از عدد فرد بتونیم رابطه عددیمون رو پیدا کنیم. سوال 1 بچه ها الگوی شکلی بود، الگوی هندسی، و سوال 2 یک الگوی عددی بود. یعنی در اصل در این سوال اول اومده کلاس اول و دوم شما رو مرور کرده. خب بچه ها سوال دارین از این قسمت؟ بچه ها اینجا من این صفحه چت دارم که میتونم سوالای شما رو پاسخ بدم. اگر سوالی دارین میتونین با بله یا خیر برای من تایپ کنین و سوالات شما برای من بدین و من پاسخ میدم. سوالی دارین بچه ها؟ من منتظر پاسخهای شما هستم. عزیزانم سوال دارن؟ خب بچه ها سوال دوم کتابتون دقیقا همون موضوعی که گفتی، یه خونه سازی میخوایم انجام بدیم. بچه ها میخوام یه خونه سازی داشته باشیم که بچه ها داره به ما میگه بیا از الگویابی استفاده کن تا بتونی مسئله رو حل کنی. حالا مسئله مون چیه؟ میگه خانه مریم در یک ساختمان 10 طبقه است، هر طبقه آن 4 ساختمان داره. بچه ها یه سری سوال پرسیده. بچه ها برای اینکه ما بتونیم به راحتی پاسخ بدیم و به یک جواب مطمئن و سریع برسیم، اینی که ما بیایم برای مسئله هایی که به ما میده شکل بکشیم. یعنی چی؟ من الان اینجا بچه ها براتون شکل رو بکشم. من اول میام یه ساختمون میکشم. این ساختمون من بچه ها. خب میگه بچه ها این ساختمون چند طبقه است؟ 10 طبقه. کم 1 اینا. دو
سه چهار نه بذاریم بچه ها من میگه ساختمون من 10 تا است. پس من یه ساختمون اول کشیدم. میام به 10 طبقه. بذاریم با خط بکشم بهتره. میگم طبقه اول خب یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده من اومدم بچه ها 10 تا طبقه کشیدم. این قسمت اول سوالمون. خب میگه هر طبقه آن 4 تا واحد داره. بچه ها من میتونم اینم اینطوری تقسیم بندی کنم، بگم هر کدوم 4 واحد، این واحد 1 2 3 4 درسته؟ پس من میتونم بیام ساختمون، پس من بچه ها اول اومدم یه ساختمون کشیدم، اومدم تعداد طبقه 10 طبقه رو معلوم کردم، بعد اومدم هر واحد رو به 4 قسمت تقسیم بندی کردم. خب بچه ها میگه 2 طبقه آن چند تا واحد داره؟ این میشه طبقه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خب من میشمارم میگم 1 2 3 4 5 6 7 8. بچه ها چه اتفاقی افتاده؟ چه الگویی وجود داره؟ بچه خود سوال به ما گفته، میگه هر ساختمان 4 واحد داره، یعنی بچه ها داره 4 تا 4 تا. بچه ها داره 4 تا 4 تا. اگر طبقه دوم من چند تا واحد داره؟ میگیم چند واحد داشت؟ 8 واحد. میگه حالا طبقه سوم چند واحد داره؟ بچه ها دو تا راه حله، یا میتونیم ما بیایم بچه ها ما کاری که میتونیم بکنیم، یا میتونیم بیایم تعداد همه طبقات رو بشماریم، یا بگیم نه خب ما گفتیم طبقه اول 4 واحد داره، بعد شد 8 واحد. بعد بچه ها الگومون گفتیم چیه؟ 4 تا داره به علاوه 4 میشه. خب 8 تا دارم 4 تا میشه 12 تا. بچه ها وقتی به من میگه 7 طبقه آن چند واحد داره، خب خیلی طولانی میشه من میخوام تا 7 طبقه رو شماره گذاری کنم. من میگم من یاد گرفتم الگویابی رو کلاس دوم یاد گرفتم، با کمک الگویابی کلاس دوم میگم پیدا کردم، میبینم رابطه بین طبقاتم 4 تا 4 تاست، پس من هم به راحتی الگویابی رو ادامه میدم تا بتونم به طبقه 7 برسم. میشه به علاوه 4 میشه 16. ما 16 رو بچه من این پایین می نویسم، به علاوه 4 کنم میشه 20. من الان تا طبقه چندم رفتم؟ اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم. بعد 20 رو من دوباره به علاوه 4 کنم میشه 24. طبقه ششم به علاوه 4 میشه 28. پس بچه ها من میتونم بگم طبقه هفتم چند واحد داره بچه ها؟ 28 واحد. 3 طبقهش چند واحد بود؟ 12 واحد. پس بچه ها من با یک شمارش 4 تایی و با یک الگوی 4 تایی تونستم ببینم که بین هر طبقه ارتباطی که وجود داره، وقتی میخوام طبقه تماشا کنم 4 تا 4 تا داره زیادتر میشه. پس بچه ها با استفاده از الگویابی و رسم شکل من میتونم به جواب سوالاتم برسم. عزیزانم کسی سوال داره بچه ها؟ از این سوال کسی سوال داره؟ سوال بچه ها، سوال سوال. سوال بچه ها.
خب بچه ها، حالا میگه حمید بچه ها اومده چیکار کرده؟ اومده از شکل استفاده کرده. این میشه طبقه یک میگه 4 تا اضافه شده، بعد طبقه 2 شده 8 تا، طبقه 3 شده 12 تا. اومده بچه ها پس حمید از اومده از شکل کشیدن برای پیدا کردن سوال استفاده کرده. بچه ها چه رابطه وجود داره؟ میگیم هر طبقه که میریم بالا 4 تا 4 تا اضافه شده. پس چی میشه بچه ها جوابش؟ میگه 4 تا 4 تا به عدد اضافه شده است. خب میگه 4 تا 4 تا اومده به عدد اضافه شده. بچه ها توی الگوها خیلی مهمه، همونطور که ما داریم میبینیم چه اتفاقی افتاده، به چه رابطه بین اعداد و شکل ها وجود داره، فقط نوشتن سریع فرمول ریاضیش مهمی، ما باید به کلام هم به صورت گفتار هم باید بگیم که چه اتفاقی افتاده. یعنی مثلا وقتی میگیم به علاوه 4 شو نمادسی به علاوه شو، میگیم به هر واحد چه، مثلا به هر عدد 4 واحد یا 4 عدد اضافه شده، یا میگیم 4 تا 4 تا به عدد اضافه شده. این از حل مسئله. خب حالا موضوعی که بچه صفحه 9 اومده راجبش صحبت کرده راجب الگویابیه، راجب الگویابی. بچه تو این صفحه، تو صفحه 9 بیشتر روی این موضوع داره کار میکنه که دیگه وقتی الگویابی شمارش هامون روند هست، دیگه ما سریع با یه عملیات تو ذهنمون بتونیم جمع و تفریقاشو به دست بیاریم و بتونیم الگوهامون رو محاسبه کنیم و به دست بیاریم. خب سوال 1 بچه ها میگه مغازه داری هر عدد شکلات رو 450 ریال میخرد و 500 تومان میفروشد. با کامل کردن جدول سود فروش هر شکلات، هر عدد شکلات رو محاسبه کنید یا حساب کنید. خب بچه ها میگه چی کار کرده؟ میاد الگویابی که به ما داده گفته 50 تا 50 تا، یعنی هر یه شکلاتی که بیشتر میفروشه فروشنده یه 50 تومن بیشتر سود میکنه. میگه اگه یه دونه شکلات بفروشه 50 تومن سود کرده، اگه 2 تا 100 تومن، اگر 3 تا، پس ها چه الگویابی ما 50 تا 50 تاست. اگر 3 تا بفروشه میشه 150 تا. بچه ها اگر 4 تا بفروشه به علاوه 150 میشه 200 تا. اگر 50 تا بفروشه، 5 تا بفروشه میشه 250 تا. اگر 6 تا بفروشه میشه 300 تا. اگر 7 تا بفروشه میشه 350 تا. اگر 8 تا بفروشه میشه 400 تا. اگر 9 تا بفروشه میشه 450 تومان. خب پس بچه ها الگویابی ما چی بود؟ 50 هر تعدادی یه مقدار شکلات که بیشتر میفروختیم 50 تومان، یه 50 تومان سود بیشتر داشتیم. یه دونه شکلات 50 تومان، دو تا شکلات 100 تومن. پس الگویابی ما بچه ها 50 تا 50 تا بود. حالا یه سری سوال داده. پس بچه ها این جدول برای ما مهمه. اول جدولمون رو کامل میکنیم، بعد میریم سراغ سوال. بچه ها گفته اگر این مغازه دار 4 تا شکلات بفروشه چقدر سود میکنه؟ سریع بچه ها میریم تو جدول، سریع مراجعه میکنیم به جدول، میگیم 4 رو پیدا کنیم. 4 چقدر گفته سود میکنه؟ می نویسیم 200 تومان. بچه ها سوال بعدی خیلی جالبه، اومده برعکس پرسیده، گفته چقدر باید شکلات، چند تا دونه شکلات باید بفروشه تا بتونه 300 تومان سود کنه. این دفعه بچه ها باید داریم تو جدول سود شکلات ها بگیم به مال عدد 300. آها پیدا کردیم، تو جدول سود شکلات ها چقدر باید بفروشه؟ اگه بخواد 300 تومان سود کنه باید 6 تا شکلات بفروشه. بچه چند تا عدد شکلات باید بفروشه تا با سودش بتونه یه عدد شکلات بخره؟ بچه اول سوال به ما گفت قیمت هر یه شکلات، هر یه دونه شکلات چقدره؟ 450 ریال. خب
ما چند تا شکلات بچه ها بفروشیم 450 تومن دست به دست میریم توی جدول؟ آها، من اگه 9 تا شکلات بفروشم 450 تومن به دست میرم و میتونم برم یه دونه شکلات دیگه بخرم. پس اگر 9 تا شکلات بفروشه میتونه بره با سودش یه دونه دیگه شکلات بخره. چرا؟ چون قیمت شکلات همون 450 تومنه. خب 450 ریال. خیلی خوب بچه دیدی با کامل کردن و یه الگویابی به راحتی تونستیم به همه سوالاتمون جواب بدیم. خب بچه ها سوال بعدی، سوال دو، سوال چهار خیلی سوال جالبیه بچه ها، خیلی سوال خوبیه و سوالیه که بسیار کاربرد داره. بچه ها مثل خونه سازی میمونه. از سوال بالا بچه ها کسی سوال داره؟ من منتظرمونه اگر کسی سوال داره سوالاتشو بپرسه. سوال بچه ها، من منتظر پاسخاتون هستم. آیا سوال دارین؟ بچه ها سوال؟ عزیزان کسی سوال نداره؟ میتونین تو قسمت چت هم من بپرسین سوال. خب بریم سوال دو بچه ها که باز گفته به کمک الگویابی بیاییم ما عددمون رو به دست بیاریم، بیاییم عددمون رو حساب بکنیم. میگه یه ساختمان 5 طبقه ساخته شده، بالاترین طبقه آن 2 واحد داره. یعنی پس بچه این میشه طبقه 1 ما، این میشه طبقه 2، طبقه 3، طبقه 4، طبقه 5، درسته؟ بچه گفته اما هر یک طبقه که پای میم 2 واحد بهش اضافه میشه. اول ما 2 تا واحد داریم، به 2 تا اضافه شه میشه 4، 4 تا دوباره بهش اضافه شه بچه ها میشه 6 واحد، دوباره 6 تا بهش 2 تا اضافه شه بچه ها میتونیم حتی بشماریم میشه 8 واحد، به 8 واحد 2 تا اضافه شه میشه 10 واحد. یعنی ما تو طبقه اول 2 واحد داریم، تو طبقه دوم 4 واحد، تو طبقه سوم 6 واحد، تو طبقه چهارم 8 واحد، طبقه پنجم هم 10 واحد. خب میگه بچه ها چه الگویی دو واحد بتاید؟ خب چه الگویی بین تعداد واحدها در طبقه این ساختمون وجود داره؟ بچه ها بین تعداد واحدها چه رابطه وجود داره؟ همین الان با همدیگه گفتیم هر طبقه که میاییم پایین، بچه ها هر طبقه که میاییم پایین دوتا به تعداد واحداش اضافه میشه، دوتا به تعداد واحداش اضافه میشه. عزیزان من از این سوال کسی سوال نداره از این قسمت؟ خیلی خب بریم با هم دیگه صفحه بعدی. خب اولین درسی که بچه‌ها تو کلاس سوم باهاش آشنا میشیم و البته سالهای قبل هم یک اشاره‌ای شده، وقتی زمانی که شما میمدین چوب خطاتون رو دسته‌بندی میکردین یا زمانی که میمدین
ده تا شمارش میکردیم باهاش آشنا شدیم. اما بچه ها، ما برای شمارش کردن ممکنه که روش ها و راه های مختلف استفاده کنیم. به طور مثال وقتی مثلا ما بخوایم بگیم کف این ساختمون چند تا سرامیک داره، یکی ممکنه بیاد بگه من یه دونه 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 میشمارم، یکی دیگه بچه ها ممکنه بگه من هر میام هر سه تا کاشی رو یه دسته میکنم، مثلا میگم این کاشی و این کاشی میشه یه دسته، دوباره سه تا کاشی بعدی میشه یه دسته. چرا بچه ها؟ چون شما با دسته بندی کردن شمارش ها رو یاد گرفتین. یکی دیگه نه، ممکنه بچه ها بگه من بیام از الگویابی استفاده کنم، مثلا میگم یک دو سه سه تا، دوباره سه تا دیگه اضافه شده، به جای اینکه بگه 4 5 6 میگه 3 6. پس بچه‌ها ما از الگویابی ها و دسته‌بندی کردن ها میخوایم برای شمارش وسیله هامون استفاده کنیم. اول از همه بچه‌ها من میخوام راجع به این دسته‌بندی کردن صحبت کنم. خب میگه که بچه‌ها من یه تعداد مربع دارم که میخوام بیام هر سه تا مربع رو بگیرم یه دسته، هر سه تا مربع رو بکنم یه دسته، مثل همون سرامیکایی که گفتیم. اما بچه ها ما میخوایم، خب وقتی که دسته بندی کردیم حالا چجوری میتونیم تعدادشون رو حساب کنیم؟ پس اولین کار بچه ها در شمارش کردن، حالا تعداد مداد رنگیاتون باشه، اصلا میتونه تعداد نمیدونم کاشی های آپارتمان باشه، نمیدونم میتونه تعداد لباس هاتون باشه، تعداد کتاب هاتون باشه، شما میتونید وقتی بیاین دسته بندی کنین و بعد از دسته بندی کردن با دو تا روش بتونین تعدادشون رو به دست بیارین. اولین روش چیه بچه ها؟ من میگم اومدم اینا رو من سه تا سه تا دسته بندی کردم، حالا میخوام شمارش کنم. میگم اولین راه هم بچه ها چیه؟ من میام تعداد مربع هایی که داخل دستم رو دارم به علاوه هم میکنم. اولین دستم چند تا مربع داره؟ سه تا. میرم سراغ دومین دستم، دوباره دو دومین دستم یک دو سه، دوباره سه تا، میگم یک دو سه، دوباره سه تا، و دسته آخرم هم سه تا. حالا جمع میکنم، میگم سه و سه میشه شیش، شیش و سه میشه نه، نه و سه میشه 12 تا. پس من راه حل اولم چی بود؟ راه حل اولم این بود که اومدم دسته بندی کردم سه تا سه تا، بعد اومدم تعداد دسته هام رو با هم دیگه جمع کردم، اومدم تعداد داخل وسیله هایی که داخل هر دسته دارم با هم دیگه جمع کردم. حالا بچه ها یکی دیگه ممکنه، یه دانش آموز دیگه دوست داره از الگویابی استفاده کنه، میگه خب من چه کاری بیام هی دوباره جمع کنم؟ میام از الگویابی استفاده میکنم. الگویابی چی بود؟ پس روش دوم بچه ها که من با یه رنگ دیگه مینویسم، میگم خب اولیشو میشمارم، میگم یک دو سه، بعدی میگم 4 5 6، دسته بعدیم 7 8 9، بعد دسته آخرم 10 11 12. میگم ای داره سه تا سه تا بهش اضافه میشه. پس هم به کمک الگویابی تونستم بیام بگم اگرو الگوش چیه؟ سه تا سه تا، هر یه دسته داره دوباره سه تا به قبلی اضافه میشه. میگم بر اساس الگویابی سه تا سه تا میتونم تعداد مربع هامو بشمارم. پس بچه ها من اول دسته بندی کردم، دو تا راه حل انتخاب کردم، گفتم یا بیام تعداد مربع های هر دستم رو با هم جمع کنم، از عملیات جمع استفاده کنم، یا بیام الگویابی کنم. راه حل دوم الگویابی بود، به جای اینکه بیام دونه دونه بشمارم، میگم یک دو سه، خب سه، دوباره 4 5 6، 6 میشه آخرین عدد. دیدم وقتی نوشتم بین عدد هم تونستم با الگویابی سه تا سه تا تعداد مربع ها رو بشمارم. عزیزانم کسی از دسته بندی کردن سوال داره؟ از دسته بندی کردن کسی سوال داره؟ من منتظر جواباتون هستم.
سوال ندارن از این قسمت عزیزانم. بچه ها با بله یا خیر میتونین به من پاسخ بدین تو قسمت چت، یا حتی اگه سوالی دارین سوالتون رو بپرسین. سوال بعدی، سوال بعدی گفته حالا یه بارم بیایم این تعداد رو چهار تا چهار تا دسته بندی کنیم. چند تا چند تا؟ چهار تا چهار تا. یعنی من هر یه مربع رو میگیرم، هر چهار تا مربع رو میگیرم یه دسته. بچه ها اولین روشم چی بود؟ گفتم بعد از اینکه دسته بندی کردم من میتونم بیام تعداد مربعهای هر دستم رو با هم جمع کنم. اولی چند تا داره؟ میگم چهاره، به علاوه دومین دستم چهاره، سومین دستم چهار، میشمام میگم چهار و چهار هشت، هشت و چهار میشه دوازده. یا راه حل دومی بچه ها، میایم با الگویابی. اولین دستمون چند تا داره؟ چهار تا. خب میگم بعدیش 5 6 7 8 8 9 10 11 12 تا. بچه ها با الگویابی 4 تا 4 تا من متوجه شدم که تعداد مربع هامون 12 تا است. خب چیزی که بچه ها پس در این شمارش ها اهمیت داره این دسته بندی کردن هاست. یعنی ما به کمک دسته بندی کردن ها میتونیم تعداد مربع هامون رو به دست بیاریم. قسمت بعدی بچه ها اومده یه تعداد مربع داده، اما هر کسی خواسته یه مدل دسته بندی کنه. بچه ها تو دسته بندیاتون ایراد نداره، اگر ایراد نداره که شما ها مثلا بگین که مثلا من میخوام طوری دسته بندی کنم که همه مربع هم داخل یک عدد باشه، نه داخل یک دسته باشه. زمانی که میخوام تعدادشون رو بر اساس دسته بندی کردن و جمع کردن تعداد مربع ها به دست بیاری، مسئله نداره که تو دسته بندی ما حالا یه مربع اضافه بیاد، دو تا مربع اضافه بیاد. این بچه ها دانش آموزمون اومده دو تا در اولین نفر اومده هر پنج تا مربع رو گرفته یه دسته، اما وقتی دیده دسته بندی که دو تا مربع اضافه آورده اشکال نداره. بچه این بستگی به خلاقیت خودتونه، بستگی به مدل خودتونه که چه مدلی دوسته. اولین دستمون 5 تاست، با یه 5 تای دیگه دو تا هم که خارج از دسته مونده میشه 12. بچه یه دانش آموز دیگه و میاد دو تا دو تا دسته بندی میکنه، بازم اشکالی نداره. چه ایرادی داره بچه؟ اینا همه بستگی داره که خودتون چجوری دوستین دسته بندی کنی. میشمویم تا دسته میگیم دو به علاوه 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 دو. ما 6 تا دسته ای داریم که داخل هر دستمون دو تا مربع میشه 12 تا، میشه 12 تا مربع. بچه ها سوال دو رو یه زمان من بهتون میدم. گفته به 3 تا روش دسته بندی کنی. ببینم چه روش های بچه ها دسته بندی میکنی. دستبندیتون چه مدلیه بچه؟ یکی ممکنه بخواد دوتا دوتا دستبندی کنه، یکی چهار تا چهار تا، یکی پنج تا پنج تا. یه زمان بچه ها بدیم شما هم دستبندی کنی. اگر سوال داشتین بچه در دسته بندی کردن از من میتونین بپرسین. بچه ها دسته بندی کردین؟
بچه ها بریم با هم دستبندی کردم. من اولین دستبندی که دوست دارم انجام بدم بچه ها اونم باز به سلیقه شماست. میگم دیگه بچه ها این کاملا سلیقه شما. من دلم میخواد این دوتا دسته رو هر کدومو بگیرم یه دسته. ایرادی نداره بچه ها. میگم دسته بندی به عهده خودتونه. میشمارم داخل هر دستم چند دست. میگم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 تا من داخل یک دستم دارم. به علاوه داخل دسته دیگه من 16 تا دارم که روی هم رفته بچه ها میشه چقدر؟ 32 تا من مربع دارم. اما بچه ها نفر دوم میگه که من دوست دارم خانم من دوستم 4 تا 4 تا دسته بندی کنم. میگم ایرادی نداره شما میتونی دسته بندی ها 4 تا 4 تا باشه، فقط تعداد هر دسته رو باید به علاوه هم کنیم. میگیم 4 به علاوه 4 به 1, 2, 3, 4, 5 به علاوه 4 به علاوه 4 به علاوه 4 به علاوه 4. من بعد 8 دسته دارم که به علاوه 4 شده. به علاوه 4 بازم میشه 32. پس بچه ها دستبندی من مدلش فرق کرد اما تعداد مربع هم با هم دیگه فرق نداره. خب مدل بعدی بچه هایی که ممکنه بگی که من میخوام اصلا بیام 8 تا 8 تا دستبندی کنم، بازم میگم ایرادی نداره اون به سلیقه توه. 8 تا 8 تا یعنی دسته ها 4 تا دسته بسازم که داخلش 8 تا مربع داره. میگیم 8 به علاوه 8 به علاوه 8 جوابش بچه ها باز میشه 32. پس بچه ها فقط ما اینجا برای شمارش کردن داریم از دسته بندی های متفاوت استفاده میکنیم، وگرنه جواب همه سوال های دوم ما تعداد مربعمون شد 32 تا. این دسته بندی کردن بچه ها باز به سلیقه خود شماست. من اینو بارها روش تکرار میکنم و تاکید میکنم که این دسته بندی به سلیقه خود شماست. در نهایت مهم اینه که شما از تعداد شمارش تعداد مربعهاتون کاملا درست باشه. بریم صفحه بعدی بچه ها. کسی از این قسمت سوال نداره؟ بچه ها توی قسمت شمارش چند تا گفتم فقط ما داریم شمارش فقط داریم دسته بندی میکنیم، تعداد دسته هامون رو شمارش میکنیم تا بدونیم که چه تعداد مربع داریم. خب میگه شکل های زیر رو دسته بندی کن و تعدادش رو شمارش کن. بچه ها برای دسته بندی کردن ما هیچ محدودیتی نذاشته. خب کاری که انجام میدیم اول از همه بچه ها من میتونم بگم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 این 9 تا رو بگیرم یه دسته، این 9 تا رو بگیرم یه دسته دومه که تعداد بچه ها داخل شند 9 به علاوه 9 میشه بچه ها چند؟ 18. شکل بعدی بچه ها من میگم بیام چند تا چند تا بچه ها در نظر بگیریم، بیایم 3 تا 3 تا. من میگم 3 تا مربع تونستم 4 تا دسته بسازم که داخل هر کدومش 3 تا مربع باشه. میگم 3 به علاوه 3 به علاوه 3 به علاوه 3 بچه ها میشه چند تا؟ میشه 12 تا مربع. خب شکل بعدیمو بچه ها به نظرتون چجوری دسته بندی کنم؟ موافقین 5 تا 5 تا من دسته بندی کنم؟ دسته بندی 5 تا 5 تا بچه ها بریم. من میگم هر 5 تا مربع داخل یه دسته. بچه ها چند تا دسته تونستم بسازم؟ 5 تا دسته ای ساختم که 3 تا دسته ای ساختم که داخل هر کدومش 5 تا باشه. می نویسیم 5 به علاوه 5 به علاوه 5 5 و 5 10 10 و 5 15.
بچه هم میبینیم با رابطه به راحتی ما با دسته بندی کردن و شمارش کردن داخل دسته هامون میتونیم تعداد کل مربع هامون رو به دست بیاریم. قسمت بعدی بچه ها موافقین چهار تا دسته بندی کنیم؟ بریم برای شمارش چهار تا بشماریم دسته بندی کنیم. میگیم 1 2 3 4 این یه دسته، 1 2 3 4 یه دسته، 1 2 3 4. من اومدم چهار تا دسته بندی کردم بچه ها، میگم 4 به علاوه 4 3 تا دسته 4 تایی ساختم که شد 12 تا. بچه ها من سوال 1 تونستم با دسته بندی کردن و شمارش تعداد داخل هر دسته و به علاوه کردنشون بتونم تعداد مربعهاشو حساب کنم. بچه ما اگه بخوایم دونه دونه بشموری خب این کار خیلی سخت میشه، مخصوصا زمانهایی که تعداد شکلهامون زیاد باشه و این شمارش های دونه به دونه دیگه مال کلاس اول هستش. دیگه وقتی شماها الگویابی و دسته بندی کردن رو یاد میگیریم و وارد کلاس سوم میشید، با این شمارش چند تا به راحتی ما میتونیم تعداد رو به دست بیاریم. خب عزیزان سوال دارن؟ من 1 دقیقه صبر میکنم سوالاتتون رو بپرسین. عزیزان سوال ندارم. قسمت بعدی بچه ها گفتید در شکل های زیر تعداد مربع با توجه به رنگ آنها به دست بیارید. خب بچه ها یعنی چی؟ یعنی اینجا برای ما سوال ما اومده یه قانونی گذاشته، یه قراری گذاشته، گفته یه شکل هایی که یک رنگ هستن رو داخل یک دسته قرار بده. خیلی خب من میام میگم اول این آبیه رو با هم، بعد این زرد، بعد سبزا، بعد این زردا صورتیه و در آخر این مربعه و مربع آبی رنگه. بچه من چند تا دسته ساختم که تو داخلش 4 تا 1 2 3 4 5 6 من تونستم 4 تا دسته 6 تا دسته بسازم که داخل هر دسته 4 تا باشه. یعنی من میتونم پس بگم 4 به علاوه 4 به علاوه 4 به علاوه 4 به علاوه 4. من 6 تا دسته ساختم که داخل هر دستش 4 تاست. با هم دیگه وقتی جمع میکنم میشه 24. بچه زمانی که تعداد دسته هامون زیاد میشه شما میتونین بیاین از ماشین حساب استفاده کنین. خب بچه سوال بعدی رو گفته دسته بندی کنین. باز رنگ ها من میگم یه دسته، دسته دوم، دسته سوم. بچه داخل دسته ها باز 4 تاییه با 5 تاییه 1 2 3 4 5. من این سری دسته ها 5 تاییه. بچه ها ببینیم چند تا دسته میتونیم بسازیم با توجه رنگ ها که داخلش 5 تاست. 1 2 3 4 5 6. باز بچه ها من 6 تا دسته ای ساختم که داخلش 5 تاست. این بالا میزنم 5 به علاوه 5 به علاوه 5 به علاوه 5 و به علاوه 5.
پنج و پنج ده، ده و پنج پونزه، پونزه و پنج بیست، بیست و پنج بعد میشه بچه ها سی تا. پس تعداد مربعهاش بچه ها سی تا شد. خب سوال بعدی بچه ها باز دوباره میگه بیاین دستبندی کن رنگ ها. خب این زرد من میشه چهار تا یه دسته، دسته دوم، دسته سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم. بچه ها من هشت دسته ای ساختم که داخل هر دستم چهار تاست. میام حالا تعداد مربع های داخل هر دستم با هم جمع میکنم، میگم چهاره. من چند تا ساختم؟ هشت تا دسته. چهاره به علاوه چهاره به علاوه چهار 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 به علاوه چهار، که وقتی بچه با ماشین حساب میکنی میشه 32 تا مربع. 32 تا مربع. بچه سوالی نیست؟ سوال؟ خب بریم آخر، سه تا شکل آخر هم با هم دیگه دسته بندی کنیم. بچه اینجا داریم میبینیم، میدونیم، میتونیم که یه کاری کنیم. درسته رنگ نارنجی ها از هم جدا افتاده، ولی باز ما اینا رو میتونیم داخل یه دسته قرار بدیم. بچه دیدین من چجوری داخل یه دسته قرار دادم؟ باز میتونیم رنگ نارنجی هامونو بکنیم یه دسته. چرا؟ چون بچه ها هر چهار تا رنگ داره میشه یه دسته. یا بچه ها نه، شما اصلا میتونید رنگای نارنجی تو دو تا دسته دوتایی بسازه. یادتونه اول کلاس وقتی شروع کردین دسته بندی گفتم بچه ها حتما نباید همه این مربع هاتون داخل دسته بندی ها قرار بگیره. یا ممکنه شما مثلا بخواین سه تا دسته بندی داشته باشین که داخلش چهار تا مربع داره، یا دو تا مربع دسته بندی دیگه داشته باشین داخلش دو تا سه تا مربع داشته باشه. پس تعداد دسته بندیتون حتما نباید یکسان باشه. خب الان میگیم چند تا بچه ها؟ یک، دو، سه، چهار، پنج. من شیش تا دسته ای ساختم. بچه ها من این پای می نویسم. من شیش تا دسته ای ساختم که داخل هر دستم چهار تاست. یعنی چهاره به علاوه چهاره به علاوه چهاره به علاوه چهاره به علاوه چهار به علاوه چهار. بچه ها من 24 تا مربع دارم. من 24 تا مربع دارم. شما به راحتی زمانی که دسته هاتون رو دسته بندی کردین و جمعتون رو نوشتین به راحتی با ماشین حساب میتونین حساب کنین. بریم شکل بعدی. خب بچه ها آهان، دقیقا این تصویر همون موضوعی که گفتم که ما حتما نباید داخل یک دسته قرار بدیم. الان من میگم خب من میام این 5 تا رو میکنم داخل یه دسته، دوباره این 5 تا رو میذارم داخل یه دسته رنگ صورتی ها، من میشه یه دسته. خب اینم یه دسته. بچه ها 1 2 3 4 5 6 من تونستم 6 تا دسته بسازم که داخل هر کدومش 5 تا مربع داره، اما 3 تاش داخل دسته بندی نرفت. ایرادی نداره بچه ها، من اون 3 تا مربع رو میتونم بکنم یه دسته. پس می نویسم بچه ها، میگم 5 به علاوه چند تا دسته بود؟ 6 تا. 5 به علاوه 5 به علاوه 5 به علاوه 5 به علاوه 5 با اون ستایی که داخل دسته بندی داخل یه دسته دیگه قرار دادم. بچه ها جوابش میشه 33 تا مربع. وقتی با ماشین حساب میکنی میشه 33 تا مربع. خب آخرین بچه ها تمرینمون اینجا هم دوباره بچه ها همینه. من میگم خب من این سبز رو میتونم، اول بچه ها رنگا رو که میبینیم میتونیم دسته بندی کنیم. میگم این 5 تا داخل یه دسته، این 5 تا هم میشه دسته دیگه، این 5 تا مربع بنفش هم یه دسته، 5 تا مربع صورتی هم یه دسته،
آبی هام هم دوباره یه دسته. بچه من الان تونستم 1, 2, 3, 4, 5 تا مربعی به 5 تا دسته بسازم که داخلش 5 تا مربع داره. خب بچه ها، اما میتونم یه دونه دسته دوتایی بسازم، یه دونه دیگه هم دوتایی بسازم. باز مسئله پیش نمیاد که بچه ها می نویسیم چند تا دسته 5 تایی ساختیم؟ 5 تا. 5 به علاوه 5 به علاوه 5 به علاوه 5 به علاوه 2 به علاوه 2. بچه ها چند تا میشه؟ وقتی با ماشین حساب حساب میکنیم میشه بچه ها چند تا؟ 29 تا مربع. 29 تا مربع داره بچه ها شکل ما. خب بچه ها میبینیم با ما به راحتی با دسته بندی کردن و شمارش کردن و نوشتن تعداد مربعهای هر دسته و جمع کردن به راحتی میتونیم تعداد رو به دست بیاریم. عزیزای من، کسی سوال داره؟ من 1 دقیقه صبر میکنم شما سوالاتتون رو بپرسی و بعد با هم دیگه بریم صفحه بعد. سوال عزیزانم، سوال بچه ها سوال. خب بچه ها یه چند دقیقه سوال 1 رو همه جواب بدن، سوال 1 رو همه جواب بدن. چند دقیقه زمان میدیم همه سوال 1 رو حل کنن. 2-3 دقیقه بچه ها من فکر میکنم برای این سوال کافی باشه. 2-3 دقیقه همه سوال 1 رو بچه ها پاسخ بدن. سوال بچه ها این جد این صفحه دیگه برمیگرده بچه ها به الگویابی های عددی که در ابتدای کلاس بهش اشاره کردیم. 2-3 دقیقه بچه ها زمان داشته باشیم همه سوالات رو حل کنن. سوال 1 رو سوال 1 رو بچه ها پاسخ بدین که بعد بتونیم شروع کنیم به توضیح دادن و این جلسه یه قسمتی از ماشین های ورودی و خروجی رو هم اشاره داشته باشیم و یه قسمت هایش رو با هم صحبت بکنیم. بچه ها وقتی من خارج از تصویر هستم میخوام که سوالهای شما رو بخونم. نه من در تصویر هستم و سر کلاسم. خب 1 دقیقه دیگه زمان که بخواییم به سوالاتتون پاسخ بدیم.
بچه ها. سوال یک، گفته الگوها رو ادامه دهید. اینجا دیگه ما به دنبال الگوهای عددی هستیم. میگه الگوهامون 7 تا 7 داره. خود سوال به ما گفته داره 7 تا 7 داره اضافه میشه. الان من 21 رو به علاوه 7 کنم بچه ها میشه چند؟ میشه 28. الگوی بعدی میگه 200 200، یعنی من باید 200 تا 200 تا باید اضافه کنم. پس بچه ها می نویسیم عددها 200 تا 200 تا اضافه می شود. خب بگیم بچه ها به 500 من 200 اضافه کنم میشه چقدر؟ میشه 700 تا. به 700 تا 200 اضافه کنم میشه 900 تا. پس الگوی عددیم چی بوده بچه ها؟ عدد هم 200 تا 200 تا اضافه میشود. سوال بعدی بچه ها، توی این سوال خودشون گفته که 100 تا 100 تا بچه ها، که 100 تا 100 تا بیا اضافه کن. اول بوده 450، بعد 550، بعد 650. بچه من به 650 100 تا اضافه کنم میشه 750 تا. پس الگویابیم بچه چی بوده؟ الگویابیم 100 تا 100 تا اضافه شده. می نویسی عدد ها 100 تا 100 تا اضافه شده. من به 750 100 تا اضافه کنم میشه 850 تا. خیلی خوب. سوال دو بچه ها، اومده گفته با ماشین حساب انجام بدین. با ماشین حساب بچه، قسمتی که حالا کلاس سوم داره و متمایز و جدا از کلاس دومه اینه که شما ها میتونین به راحتی با استفاده و با کمک ماشین حساب بتونین رابطه میان عددها رو پیدا کنین، الگوها رو ادامه بدین. الان 0 بوده 13 شده، بعد شده 26. بچه وقتی من نگاه میکنم میبینم الگوهام چیه بچه ها؟ 13 تا 13 تا داره اضافه میشه، یعنی 0 بچه ها به علاوه 13 شده. الان آخرین عددم باید ما به علاوه 13 کنیم. چند میشه بچه ها؟ 3 و 9 میشه 12. بگیم بچه ها 39 رو بخواییم به علاوه 13 کنیم، این گوشه میتونیم بنویسیم 39 به علاوه 12 میشه بچه ها چند؟ 50. به علاوه 13 52. دوباره من 52 رو بخوام به علاوه، میتونیم بچه ها یه کاری که میتونین انجام بدین چیه بچه ها؟ همینطوری بیاییم بنویسیم. میگه میشه 52 خب میگیم 52 به علاوه 13 میشه چند بچه ها؟ میشه 65. پس جای خالی دوم میشه 65. دوباره 65 رو بیاییم به علاوه 13 کنیم میشه 78. بچه ها الگویابی اون چیه؟ 13 تا 13 تا داره بهش اضافه میشه. بچه ها 2 دقیقه زمان که دو تا الگوی بعدی رو شماها پیدا بکنین. دو تا الگوی بعدی 3 دقیقه بچه ها زمان دارین دو تا الگوی بعدی رو پیدا بکنین. هم از ماشین حساب میتونین استفاده بکنین. من منتظرم بچه ها حساب بکنین شما ها.
بچه ها اگر سوال هم داشتین من میگم میتونین قسمت چت ازم بپرسین. خب بچه ها قسمت دوم میگه اولش صفره و بعد شده 9 بعد شده 18. بچه ها من متوجه میشم که هر الگوم چیه؟ داره 9 تا 9 تا قرار بهش اضافه بشه. خب شما یا میتونین با ماشین حساب این کار رو انجام بدین یا بچه ها مثل من اینطوری ردیفی کنار هم دیگه بنویسین و الگوها رو پیدا کنین. من این قبلی رو بچه ها پاکش کنم. خب عدد آخری که من میخوام الگویابیش رو انجام بدم 27. میگه 27 به علاوه 9. من بچه ها تا 3 تا عدد بعدش رو باید ادامه بدم. میگم 27 به علاوه 9. 9 و 7 بچه ها حساب بکنی 16 میشه 36. پس عدد بعدی 36. دوباره به علاوه 9 کنیم 9 و 6 بچه ها میشه 15. یکش هم که میزنیم بالا میشه 45. دوباره 45 رو باید به علاوه 9 کنی 9 و 5 14 50 شه 50 و 4. پس بچه ها می نویسیم 9 تا 9 تا به الگومون اضافه شده. 9 تا 9 تا به الگوهامون اضافه شده. خب سوال بعدی بچه ها اولین عددمون 1 12 23 و 34. چه اتفاقی افتاده بچه ها؟ شما همینم باز میگم میتونی با ماشین حساب به دست بیاری. میگیم 11 تا 11 تا اضافه شده. پس بچه ها آخرین عدد من که 34 باز باید بهش 11 تا اضافه کنم که میشه 45 تا. بچه ها دیگه و زختی 11 است ما به راحتی به صورت ذهنی میتونیم انجامش بدیم که میشه 45. دوباره بخوام 11 تا بهش اضافه کنم میشه 56. دوباره بخوام 11 تا بهش اضافه کنم میشه 67. نوشتم که واضح باشه. خب این هم از سوال 2 و موضوع الگویابی. خب عزیزان من کسی از این مبحث سوال داره که ما بخوایم موضوع تو زمانی که باقی مونده یه قسمتی از ماشین‌های ورودی و خروجی رو با هم راجع بهش صحبت بکنیم و بعد ادامهش برای جلسه هفته آیندهمون. بچه‌ها ما تا حالا کدوم از شماها فیلم یک کارخونه ساخت یک وسیله رو دیدین؟ مثلا مثل مرحله ساخت تا حالا مواد لبنی رو دیدین؟ تا حالا دیدین که یک پنیر چجوری درست میشه یا یک لباس چجوری درست میشه؟ همه این وسیله ها بچه ها قبل از اینکه به دست ما برسه اول وارد کارخونه ها میشن. اونجا ماشینا روشون یه فعالیت های انجام میده، یه سری کار رو انجام میده که تبدیل بشه به یه وسایلی که برای ما قابل استفاده هستن. مثلا بچه ها نخ وارد کارخونه میشه تبدیلش میکنن به لباس ها، یا بچه ها شیر وارد کارخونه میشه، اونجا ماشین ها روشون یه سری کارها رو انجام میدن، بسته بندی انجام میشه، برچسب زده میشه و برای ما میان مثلا پنیر به ما تحویل میدن. یا بچه ها مثلا دیگه شما چه مثال هایی میتونی بزنی از این فعالیت ها یا از این کارخونه هایی که وسیله ها قبل از اینکه به دست ما برسه اون مواد خام و اولیش وارد کارخونه میشه، ماشین ها فعالیت هاشون رو انجام میدن، کاری رو که بخوام انجام میدن و بعد یه سری به ما محصولات یا وسایل میدن که برای ما قابل استفاده است. یا بچه ها مثل تنه درخت، چوب درخت همینطوری مستقیما که برای ما قابل استفاده نیستن وقتی ما بخوایم کاغذ داشته باشیم یا مداد داشته باشیم، این چوب ها این تنه های درخت وارد کارخونه میشه، تبدیل به الوارهای چوبی میشه و بعد حالا اون محصولاتی رو که ما میخوایم به ما تحویل میدن. ما تو درس ریاضی هم بچه ها دقیقا همین ماشین ها رو داریم
که بهشون میگیم ماشین‌های ورودی و ماشین‌های خروجی. یعنی ما یه ماشینی داریم که بدون ماشین ممکنه یا عملیات جمع رو انجام بدن یا عملیات تفریق رو انجام بده و خروجی عددمون یه عدد دیگه میشه. به طور مثال بچه‌ها اینجا داریم می‌بینیم ما یه ماشینی داریم که از اینجا داره اعداد ما وارد میشه بچه‌ها، اینجا اعداد ما داره خارج میشه. کاری که ماشین ما داره انجام میده بچه‌ها، میگه هر عددی رو که داخل ماشین انجام بکنی، هر عددی رو که وارد ماشین کنی، 5 تا بهش اضافه میشه. به طور مثال بچه‌ها من اگه بیام عدد 3 رو داخل ماشین قرار بدم، کاری که ماشین روش انجام میشه 5 تا بهش اضافه میکنه، 3 تا دارم 5 تا بهش اضافه شه، عدد 8 میشه خروجی عدد من. پس اینجا بچه ها من جلو فلشم میزنم ورودی، اینجا میشه خروجی. خب اینو یادمون باشه که وارد میشن ماشین ها عملیاتشون رو انجام میدن و بعد اعداد خارج میشن. بچه ها در کلاس سوم شما ماشین ها فقط برای ما عملیات جمع و تفریق رو انجام میدن، اما در کلاس چهارم که در کلاس یا اواخر کلاس سوم زمانی که شما با عملیات ضرب و تقسیم آشنا میشین، میبینین که این ماشین ها میتونن 4 عملیات اصلی ما رو انجام بدن. خب بچه ها بریم سراغ کتاب. فعالیت گفته که هر عددی که وارد این ماشین شود با عدد 5 جمع میشود، حاصل جمع از ماشین بیرون می آید. از ماشین روبرو چه عددی خارج می شود؟ جواب ها رو چگونه به دست می رید؟ پس بچه ها اون به دلخواه شماست. من مثلا اومدم مثال زدم عدد 3 رو وارد ماشین کردم و بعد عدد 8 ازش خارج شده. یکی ممکنه بگه مثلا من می خوام عدد 15 رو وارد دستگاه بکنم. میگم اشکال نداره، 15 تا داریم، 5 تا بهش اضافه بشه میشه 20 تا. سوال بچه ها پرسیده اگر 15 تا از ماشین خارج بشه چه عددی بوده که 5 تا باش جمع کردیم شده 15؟ خب بچه ها من به راحتی با یک عملیت ذهنی متوجه میشم که اگر من بیا 10 رو وارد دستگاه بکنم با 5 تا جمع بشه میشه 15. که بچه ها ما بعدها راجع به این عملیات هم صحبت میکنیم، ماشین هایی که ما عدد خروجی رو داریم اما عدد ورودی رو نداریم و میگیم باید چجوری چه طریقی بتونیم به راحتی به دست بیاریم. خب بچه ها ما عدد ها اومدن وارد شدن به علاوه 7 شدن. بچه ها یه موضوع و یه نکته خیلی مهمه اینه که ما زمانی که اگر ما 4 تا عدد رو وارد میکنیم، خروجیش رو باید مقابل همون عدد بنویسیم. بچه ها میتونیم مثل چی میمونه؟ مثل میمونه که ما بخوایم شیر وارد ماشین بکنیم، وارد دستگاه بکنیم، یا بیایم کفش ازش تحویل بگیریم. خب این نشدنیه. پس به خاطر همین بچه ها من اینجا یه فلش میزنم هر عدد رو خروجیش رو روبروی خودش می نویسیم، هر عدد خروجیش روبروی خودش مقابل خودش. زمانی که تعداد زیادی عدد داریم ما وارد دستگاه می کنیم، میگیم 9 تا داریم وارد ماشین شده، 7 تا بهش اضافه شده میشه 16، 15 تا داریم 7 تا بهش اضافه کنیم بچه ها میشه 22. بچه ها اگر زمانی که شما هنوز این فرایند هایی که جمع و تفریق براتون هنوز ذهنی یک مقدار ممکن چون اول کلاس هستیم سخت باشه، با یک ماشین حساب کنار دستتون باشه که سریع بتونیم با ماشین حساب حسابش بکنی، میگی 23 تا داریم، اگه 7 تا بهش اضافه بشه میشه 30 تا. خب حالا بچه ها رسیدیم به همون موضوعی که گفتیم، یه عددی وارد شده 7 تا بهش وارد اضافه شده، خروجی شده 17. بچه ها ما اینجا نمیدونیم چه عددی وارد شده، فقط خروجی رو داریم. بچه ها ما اسم این عملیات رو بهش میگیم عملیات برگشتی، یعنی یه به اول اون خروجی رو داریم و ولی ورود هیچ عددی نداریم. ولی بچه ها اینجا ما با یک راه حل ساده، با یک جمع و تفریق ساده باز میتونیم اون عدد ورودی رو به دست بیاریم. چه کار کنیم بچه ها؟ میایم عددی که توی خروجیمون داریم یعنی 17، خب اگر ماشین ما بچه ها به علاوه بود بیاین منهاش کنین،
اگر منها بود بیاین به علاوهش کنین، یعنی برعکسش کنین. هر عملیاتی که داشتین شما بیاین برعکسش کنین. برای همین بچه ما بهش میگیم برگشتی. الان به علاوه 7 ما منهای 7 میکنیم، بچه جوابش میشه 10. یعنی عدد ورودی ما یک عدد 10 بوده، 10 تا وارد دستگاهمون شده، 7 تا بهش اضافه شده و جوابمون شده 17. بچه ها حالا یه سوال برای اینکه این مروری داشته باشین، اگر عددی که خارج شده باشه، من اینو پاک کنم که دوباره اینجا خروجی داریم بچه ها 32، اما ورودی رو نداریم، باید چه کار بکنیم؟ گفتیم برگشت، میایم عدد خروجیمونو مینویسیم، میگیم 32، گفتیم اگر جمع منهاش میکنیم، به علاوه 7 رو میکنیم منهای 7. خب بچه ها 2 تا داریم، میخوایم 7 تا کم کنیم. یه مروری از کلاس دوم داشته باشیم، میگیم نمیتونیم، میریم از بغلیش امانت میگیریم، قرض میگیریم، میگیم یه بسته 10 تا اضافه کردیم، حالا 12 تا داریم، 7 تا بره 5 و 25. پس عدد اون بچه چند بوده؟ 25 تا بوده که 7 تا بهش اضافه شده، شده 32. خب عزیزای من از این قسمت سوال دارن؟ از این بخش سوال هست؟ سوال بچه ها، سوال. خب بچه ها به مدت 2 دقیقه جدول اول رو بچه ها پاسخ بدین. گفته که اعدادی که داری، اولی ماشین میاد به علاوه 11 میکنه، دومی ماشین منهای 7. سوال دوم هم که بچه ها همون عملیات برگشتی هستش، یعنی شما خروجی ها رو دارین اما ورودی ها رو ندارین. خب بریم با هم دیگه میگه 8 تا داریم، 11 تا بهش اضافه شه میشه 19، 23 تا داریم، 11 تا بهش اضافه شه میشه 34، 218 تا داریم، 11 تا بهش اضافه شه بچه ها میشه 229. ما با جمع کردن تونستیم و همه عددامون اومدیم 11 تا بهش اضافه کردیم. حالا میگه بیا عددهایی رو که وارد ماشین میکنی 7 تا ازش کم کن. 9 تا دارم، 7 تا بره میشه 2 تا، 15 تا دارم، 7 تاش بره 8، 24 منهای 7 چه میشه چند میشه 14، 149 منهای 7 میشه 142. پس بچه ماشین دومی اومده بود گفت به من بیا 7 تا ازش کم کن. خب سوال بعدی بچه ها، گفتیم که چیکار میکنیم؟ میایم خروجی رو از عملیاتی که داده عملیاتمون رو برعکسش میکنیم، اگه به علاوه از تفریق میکنیم، اگه تفریق باشه به علاوه میکنیم. الان اینجا بچه ها گفته به علاوه، پس یعنی میایم عددهای خروجیمونو ازشون کم میکنیم، میگیم 20 منهای 15 بچه ها میشه چند؟ 5. میگیم 55 منهای 15 میشه 40. میایم دوباره میگیم 135 منهای 15 میشه 140. بچه دیدیم با یه برگشت، با یه جابجا کردن عملیات، من تونستم به راحتی بچه عددهای ورودیمو به دست بیارم. قسمت دوم بچه، آها اینجا وقتی من هست، یعنی وقتی میخوای عددهای ورودی تو به دست بیاری باید به علاوه کنی. 15 به علاوه 5 میگیم 15 به علاوه 5 میشه چند بچه ها؟ 20. یعنی پس ورودی ما عددش 20 بوده. بعدی عدد اون 20 به علاوه 5 میشه بچه چند؟ 25. پس ورودی ما 25 بوده. عدد آخر میگه 145، باز بچه ها به علاوه 5 میشه 150. پس عدد ورودی ما 150 تا بوده. پس دیدیم بچه ها با یه برعکس کردن عملیات من به راحتی تونستم عددهای ورودیمو به دست بیارم. بچه ها سوال آخر داره به شما میگه بچه ها بعضی وقتا
دو تا ماشین ما داریم مثل بقیه کارخونه ها. بچه ها زمانی که مثلا قرار هستش که مثلا شیر به دست ما برسه، ما یا مثلا اون شیر رو میخوام بکنم مثلا شیرهای کارخونه باشه یا پنیر باشه، مستقیما بچه ها ما از یه ماشین استفاده نمی کنیم. چند تا ماشین داره، اول اون شیر رو میان استریزش میکنن، میان تمیزش میکنن، میان موادی که نیاز هستش جدا کنن و جدا سازیش رو انجام میدن، بعد تا حالا یه موادی دوباره تبدیلش میکنن به پنیر، اون پنیرها رو داخل دوباره با یه ماشینای دیگه داخل بسته بندی قرار میدن، بعد رو اون بسته بندی ها دوباره یه ماشین دیگه میاد برچسب میزنه، میاد تاریخ میزنه، بعد یه ماشین دیگه میاد بسته بندی میکنه، مثلا ممکنه 4 تا 4 تا بده یه بسته بندی کنه همون شمارشی که ما داشتیم. دقیقا تو ریاضی هم بچه ها همین اتفاق میفته. ممکنه ما یه عددهایی داشته باشیم که یه بار وارد بشن، اما دو تا ماشین داشته باشیم که دو تا کار روشون انجام بشه. مثل اینجا اول میگیم 9 با 20 بیا جمع کن، میگیم 29، بعد میگه از این 29 تا بیا 15 تا خارج کن. بچه ها میشه چند؟ میشه 14. دوباره میاد میگه 23 رو به علاوه 20 کن، میشه 43. بعد دوباره میگه بیا 15 تا ازش کم کن، میشه 30 و چند بچه ها؟ 28. خب دوباره میگه این 140 تا رو به اضافه 20 کن، میشه 160. دوباره 15 تا کم کن که میشه 145. پس بچه ها ما دو تا ماشین داریم که عملیات همونو انجام میده. دخترای عزیز من سوالی داریم بچه ها از این مبحث ماشین های ورودی و خروجی؟ سوالی هست بچه ها؟ سوال. عزیزای من لطفا اگر سوالی دارین در دفترتون یادداشت کنین، روی کاغذ برگی یادداشت کنین. هفته آینده حتما سوالاتتون رو بعد تو قسمت چت امن بپرسین و تمرین ها رو انجام بدین. اگر سوالی بود یادداشت بشه. تا با امید خدا مجدد هفته دیگه ببینمتون و امیدوارم که آخر هفته خیلی خوبی داشته باشین. ببینمتون به امید دیدار. خدا نگهدار تا هفته آینده. نهضت آشنای سه نسل.